برای بررسی این موضوع ارتباط داریم با رضا پیرزاده، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، و لیسا دفتری، سردبیر شبکه اینترنتی فارن دسک. آقای پیرزاده، فکر میکنید ایران موفق به فرار از FATF خواهد شد؟ درود بر شما. نه، به هیچ وجه من فکر نمی کنم، چون که جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسیش قانون اساسی هستش که و قوانینی داره که کاملا در تضاد هست با نظام مالی و نظام بین المللی، و متاسفانه این قانون که در جهت منافع ملت ایران نوشته نشده و فقط در جهت منافع خود نظام و صدور انقلاب اسلامی هست، برای همین هستش که ما در ایران می‌بینیم که اینقدر فقر، بیکاری و بدبختی داریم، و تا موقعی که این نظام سر کار باشه این وضعیت ادامه خواهد داشت متاسفانه. خب آقای پیرزاده، در چنین شرایطی در صورت عدم تبعیت از اون، تبعاتش برای ایران چه خواهد بود؟ خب ببینید، متاسفانه تحریم ها روز به روز بیشتر خواهد شد در برابر نظام جمهوری اسلامی، ولی ما شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد پیشنهاداتی که به جامعه بین‌المللی دادیم این هستش که تحریم ها رو روز به روز بیشتر روی مسئولین نظام بذارن و نه روی مردم ایران، و اینکه از حرکت مردم ایران برای عبور مسلمت‌آمیز از این نظام و رسیدن به یک دموکراسی سکولار پشتیبانی کنند، چون تا موقعی که این نظام در قدرت هست در تهران، نه مردم ایران به رفاه و امنیت خواهند رسید، نه خاورمیانه به ثبات، چون اینکه این نظام فقط و فقط هدفش همونطوری گفتم صدور انقلاب و تروریسم هست، و یا پشتیبانی از ملت فلسطین، و نه به هیچ وجه در جهت کار کردن در جهت منافع ملی ایران و ایرانیان. سپاسگزارم. به لس آنجلس بریم خانم دفتری. پیش بینی میشه که وضعیت اقتصادی ایران در ماه نوامبر به مراتب وخیم تر بشه. فکر میکنید این اوضاع به ادامه تظاهرات و از دست دادن هرچه بیشتر حمایت مردم از رژیم منجر بشه؟ احتمالاً اون اگه همینطوری ما جلو بریم و رژیم کوتاه نیان که نمیان، طبیعتاً اون مردمن که زیر این فشار دارن زندگی میکنن و وضع اقتصاد هی بدتر و بدتر میشه هر روز. و تا الان رژیم، یا تا این چند سال اخیر رژیم، میتونستن که به مردم ایران دروغ بگن و به عنوان یه پروپاگاندا این از این تحریما استفاده کنن که بگن این شیطان بزرگ آمریکا این تحریما رو روی مردم میذارن و فشار میذارن، ولی بدون اینکه این تحریما برای رژیم باید باشه و هست، ولی این رژیمه که همیشه دوست دارن اون فشار و اون هزینه تحریم ها و وضع بد اقتصادی رو بذارن رو مردم ایران. ولی الان ما میبینیم که مردم ایران هوشیار شدن. از شعارا ما میفهمیم که میگن مرگ بر فلسطین، نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. مردم هوشیار شدن و سیاسی شدن، و اگه میرن توی خیابون تظاهرات میکنن از کنجکاویشون نیست، از اینه که میدونن و میدونن که رژیم به نفع خودشون دارن کار میکنن. این پولای مردمی که بعض برجام به دست رسید، این پول مردم ایران بود. خانم دفتری، ممنون از رضا پیرزاده از پاریس و لیسا دفتری از لس آنجلس که با ما بودید.